ما ADHD داریم، معلومه که همیشه دیر میرسیم. موبایلمو یادم رفت. ما ADHD داریم، از دستمون ناراحت نشیم چون ممکنه مسیجتون رو بخونیم و یادمون بره جواب بدیم، دست خودمون نیست. سلام مهربونا، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، دوباره برگشتیم. ببخشید هفته پیش من ماموریت دادم نتونستم ویدیو لانک پر کنیم. در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم ویدیوهای امروز چه سمایی رو میتونیم از اینستاگرام پیدا بکنیم. بریم ویدیوهای سمای خفن. سم خفن. بریم ببینیم ویدیو اول چیه. مشتی واقعا سوخته. خدا ما قبلش تو بطرهای کن بنده خدا. مشتی بچه هم قرفه بود. بریم ویدیو دوم. یک کم میخواییم با سرعت بیشتری بریم امروز، ویدیوهای بیشتری بریم. نمیدونم حواسم به جلوی تو باشه، به عقب اونی که خوابیده باشه. فهمید چی شد؟ نه فهمید چی شد؟ پلته پلته چرا اینجوریه؟ ایشه نکته درشت داره ولی نکتهش خیلی ریزه. چرا اینجور پلته؟ او مای گاد نگاه؟ بعد عقبی کونلخته نگاه تو. چقدر نکته داشت. یه فیلم بسانیه این فلت عقبی کونلخته. خدای من. بریم بعدی ببینیم چه خبره. ما ADHD داریم، معلومه که همیشه دیر میرسیم. موبایلمو یادم رفت. ما ADHD داریم، از دستمون ناراحت نشیم چون ممکنه مسیجتون رو بخونیم و یادمون بره جواب بدیم، دست خودمون نیست. اینو جواب بدن. اوه شت. الو. فکر کرده ADHD یه چیز با کلاسه، یه بیماریه. شما بیشعوری داری، ADHD نداری. چه ربطی داره؟ ما ADHD داریم، هیچ وقت ما رو نمیبینیم که بیکار نشستیم، همیشه داریم یه کاری انجام میدیم. ما ADHD داریم، معلومه که میتونیم همه غذاها رو تست کنیم. ما ADHD داریم، معلومه که همیشه توی ماشینمون خوراکی داریم. ما ADHD داریم، ممکنه بارها بیاییم تو اتاقمون دنبال یه چیزی ولی یادمون نیاد دنبال چی میگشتم. ما ADHD داریم، وقتی داریم با شما صحبت میکنیم این فروشگاه راستی. خیلی چرت گفت. نظر شما چیه؟ به نظرم که خب حالا خیلی ما افتخار نیستش، یعنی اوکی که خب همه راجع به سری. نه اصلا چه رفتی به بیماری داشت؟ ما دیر میرسیم، هر کاری که دوست داره انجام بده رو میندازه گردن بیماری. ما ADHD داریم، یه اسم با کلاس راجع به سری اینجور چیزا بدونیم، ولی اینکه بخوای به اونان چون نمیدونم یه جور کلاس یه دید خاصی بهش نگاه کنیم مثلا خیلی جالب نبود. و اینکه یه سری نکاتش رو گفت، مثلا من اومدم تو اتاق نمیدونم دنبال چی هستم. خیلی اینجوری هستن، شما اینجوری نیستین. خیلی ممکنه چه میدونم مسیج خونده باشن، تکس خونده باشن ولی یادشون رفته باشه پیام بدن یا به طرف زنگ بزنن. مثل نکاتی رو که اشاره میکنن خب خیلی هم ممکنه تو روز تکرار بشه براشون، ربطی به شخص خاصی نداره. ما ADHD نداره. بریم بعدی. آقا سلام، برگرا چند؟ 500 تومن خوبه؟ نه گرونه. 10 تاش با 10 تا سس 300 تومن خوبه؟ نه خیلی آقا. 10 تاش با 10 تا سس با یه دونه سس دیگه 200 تومن خوبه؟ نه بابا چه خبره 200 تومن. 10 تاش با 10 تا سس 179 تومن دیگه تموم. تشریف بیارید. عالی. 179 امروز یکم روکه. 179,000 تومن 10 تا ببخشید. امکان نداره. شما لای ساندویچتون میرینید. برای چی آقا 179 تومن بده؟ بریم بعد. ای خدا. اوه این پشت صحنه فیلم هندیه. واقعا زنه داره میفته. حالا. بدل کار هم نیست، نگاه کن بدن داره از خوش یکم بدنی داره. از اون بالا افتاد همه هم دست میزنه. پشت صحنه شون واقعا عالی بود. چیزی ندارم بگم، واقعا من چیزی ندارم بگم، یعنی حلالت باشه، دونی که میخوری حلالت باشه. بدل واقعی.
بریم بعدی. عذرخواهی میکنم. چیزی میل دارید؟ من یه هامبورگا میخوام. چی؟ هامبورگا. هامبورگا. همبرگر؟ هامبورگا. همبرگر. همبرگر شباهه. همه چیز از شهر هامبورگ شد. ملوانان هامبورگی این غذا رو به سر تا سر جهان بردن و اسمشو گذاشتن هامبورگا. پس دیگه نگیم همبرگر. هامبورگا. هامبورگا. محمد من یه دونه هامبورگر میخوام. هامبورگر ملوانه هامبورگری نه ملوانه هامبری چی؟ هامبورگری بردن هامبورگر خوردم. یه دونه هامبورگر. چی میگی بابا؟ دیگه خود ملوانای هامبورگی هم بهش میگن همبرگر. بعد این میگه هامبورگر. نه فکر کن حالا ایران که هیچ مثلا اینجا پاشی بری یه دونه از مغازه‌ای که حالا فست فود اینا هستن بگی میخوام. سلام آقا من یه دونه هامبورگر میخوام. بریم بعدی. خدا برگر. آره شغلتون چیه؟ بنده تو کار رمز ارز کریپتو کرنسی بیت کوین. مای گاد. خدا رو شکر وضع مالی بسیار خوبه. چقدر موفقید شما. ببخش. خواهش می‌کنم. Morning. Of course. Okay. Thanks. Bye. ببخشید جک بود. برا قرار فردا باید برم سر جلسه بیتکوین ها رو جابجا کنیم. بیتکوین ها رو جابجا کنیم. وای. نه تنها باحال میگم لهجهش هم خیلی باحال بود. آره خیلی فردا قراره بریم بیتکوین ها رو جابجا کنیم. خیلی لهجهش باحال بود. خیلی قشنگ بود. خیلی باحال. کلاس مورد نظر داشت. ببین نو من دیده بودم با مثلا توی سبک ویدیو ولی این لحجه رو یه قشنگ اجرا بکنید جدید بود برای خودم. خیلی خوب بود. بریم بعدی. هیچ جای خالی نذاشته. باورت میشه؟ هیچ جای خالی توی خونه نذاشته. یعنی نه رو دیوارا نه تو سقف نه توی هیچ جا مباره نکن دوازم آرشی جوری چیده جسو زن انداختن نیست تو کمودش چقدر بزرگه. من فقط نگرانم تو خونهشون گم نشن همین اصلا نمیشه پا بذاشت اون پتوه رو زنده یه عروس فکر کنم این بیشتر حالت چیز بوده چشه هم عروس میگن جاری میگن چی میگن چشه اونو در بیارن چشه هم عروس رو در بیارن شایه. یه همچین چیزی بود در واقع. بعدی ببینیم راه ساخت روبات پذیرایی. پانکه؟ ساخت روبات پذیرایی. آقا یواش نیم یواش میره دیگه. مهمون وسط و مهمونی پا میشه پس کرده و روباته و خودش میزنه فکر کنم اگه عصبانی بشه. خیلی یواش میره. باحال بود ولی. ببین دو تا نکته داره. اولا اینش که سیم برق وصله داره با برق با خودش حرکت میکنه. واقعا در این که خدایش من دوست دارم و این چیزها حمایت میکنم. میدم یه پسر نوجوانه بالاخره داره با عجه شروع کرد. اوکیه. یعنی اوکیه. ولی خب حالا حس ترزشو بگیریم. اینه که خیلی آروم راه میره مثل تانک میمونه و برق هم با خودش میبره بعد شارژی باشه مثلا. آره یعنی آره میتونه بیشتر کار کنه. بریم بعدی. جوک 115 توی عروسی برف شادی میزنن همه سرما میخورن. این جوک 115 بود. 114 تا جوک دیگه هم گفته بود که مطمئنن هیچ کس نخندیده بود. همه سرما میخورن برف شادی میزنن همه سرما میخورن. از این جوکای دد جوکس که مثلا جوکیه که از بیمزگیش میخنده. میتونی به بیمزه بودنش میخنده نه به بیمزه بودنش. اوکی خانم چه خبرته؟ شما چه خبرته؟ تصادفی نشد که آنو من چشمم شما رو گرفته عاشقش شده. حالا بماند انا من نه دو بر کنم نسیه رو بجسپم. جدی؟ این هم از شانس ماست. چقدر بیمزه اون مسخره. چی الان داستان؟ اینو بزنیم یکم عقبتر ببینیم چه خبره. خب دو تا نکته داره. نکته اول وقتی به این مرد میرسه نا کن این صحنه شیکم
خیلی آره داده جلو آقا من یه مقدار چاقم اضافه وزن دارم ولی نمیام تو دور اینجوری شکم رو بدم جلو یارو اینجوری نما کنم. نکته دوم اکت این اکتشه. انا من نقد ول کنم نسیه رو بچسبم. انا من نقد ول کنم نسیه رو بچسبم. بریم بعدی رو ببینیم. شما موافقی؟ من که اصلا این که اصلا نیست. شما 12 بخشیم شو یه ظرف بدیم کما برای غذا ببریم واسه سگم ببرم. دقیقا حاجی دقیقا خودش خورد که خب دیگه دقیقا همینه یارو چوز کلاس میاد چرا بگیم واسه سگم ببرم بقیه غذا میخوام ببرم خونه. حالا چه نیازه بگی بر سگم کلاس دیگه کلاس شما میشناسین که سر این کارو بکنه؟ با کامنت کنید در ما بگید آره حتما کامنت کنید که چه خوب میکنم این جنب میگید من اهل کجا من اصلا اهلی نیستم من وحشیم وحشی بایدیه داری حتا وحشی را تو وحشی نیستی تو پلنگی پلنگ وحشیم وحشی یا خدا این چیه؟ آتون فرمان که سر به بیامون گذاشت بابا این دیوونه است بابا من یه واقعیت رو یعنی که بالا روکتر بگم دیگه عزیزم اگه صدای منو میشنوی شما نه پلنگی نه وحشی کلی حالا چی قیافه برای باش دوست چه کاری میکنی چه حرکتی هم بالا بپری پایین به سر به بیامون بزن دیگه خلاصه خدایا خب بریم ویدئوی آخر رو با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاوضه یک دستگاه اتومبیل لیفان 620 از دوست عزیزمون آقای تبسی از شهرستان بردسکن برای آقای مصطفی و یک دستگاه اتومبیل معاوضه 85 از آقای مصطفی برای دوست عزیزمون آقای تبسی. آقا من تا جایی که میدونم لیفان خیلی گرونتر از رواست اولا دوما آقا چرا وقتی دو نفر معامله کردن ماشین تعویض کردن شما باید یه فیلم بگیرید دست رو دست این بنده خدا ناراحته اون یکی معذبه خفتش رو کردی بیان اینجا بشین من یه لحظه فکر کردم یکی از اینا یه کار خیلی مثلا برای اون یکی کرده حالا اومده داره معرفیش نه بابا برای تبلیغات پرامیخ چرا باید این کارو بکنه حالا چی چیز نایده بودم یه لیفان با یه روها عوض کرده اون معروف انگار 600 تا بنز با هم تاق زدن. این ویدیو رو گذاشتم که درو نباشیم. خب یه نگاهی بکنیم به کسایی که دروغن. بله سال 1357 هجری شمسی محمد رضا پهلوی 30 سال حکومت میکنه بعد بی سر و صدا فقط با یک نطق در واقع خیلی کوتاه و مختصر مفید در تلویزیون سوار هواپیمای بود میشه و کشور رو ترک میکنه با هم من خیلی خیلی آره خوش گذشتم خیلی عالی امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین ویدیو رو ببخشید هفته پیش نبودم من معمولیت بودم ما که دوست داشتیم امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید تا سری بعدی اینستا پارتی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خدافظ